توی این ویدیو قرار هست سری بزنیم به مسابقه تورنتو پروی 2023 و نگاهی بندازیم به رقابت دو نفر برتر این مسابقه حسن مصطفا و ایان والیار کانادایی همینطور هم قرار هست در مورد حسین کلاته و نمایش اون روی این اسه صحبت کنیم و دلیل اینکه حسین به ده نفر برتر نرسید رو توضیح بدیم مثل همیشه در آخر این ویدیو نظرتون رو توی قسمت کامنت برای من بنویسید سلام دوستان من علی رضا هستم از چنل یوتیوب فلکس فیتنس مسلما اولین و مهمترین خبر امروز اعلام نتیجه مسابقه تورنتو پروی 2023 است که یک مسابقه جذاب و فوق العاده شاهد بودیم که سه نفر برتر اون هم جز مست المپیای ها محسوب می شدن و یک رقابت نزدیک رو با هم داشتن اما خب بخش عجیب ماجرا برای من اسکور کارتی بود که بعد از مسابقه منتشر شد توی این برگه ای امتیازات ایان بالیر با بهترین امتیاز چه در مقدماتی و چه در فینال تونست قهرمان بشه تمام داورها به حسن مصطفی هم رأی دومی رو داده بودن در حالی که واقعا توی چند مورد خیلی عجیب بود اول اینکه حسن مصطفی به مراتب حجیم تر از ایان بود و با اینکه پای حسن به شدت بزرگ بود اما آنچنان تناسب بدنی اون رو به هم نمیزد در حالی که بدن ایان والیر اون شادابی عضلات چند سال پیش خودش رو نداشت و حتی در حین مسابقه یک مشکل بزرگ در عضلات سینه ای اون توجه چندین و چند رسانه خارجی رو به خودش جلب کرده بود این تصاویر رو ببینید در یک رسانه خارجی منتشر شده و مقایسه ای بین شکل سینه ایان والیر با الان رو داشته که به اعتقاد اونها عضلات سینه اون دچار آتروفی و ریزش شدیدی شده حتی توی این پست هم ریزش عضلات سینه ایان رو با مارکوس رول مقایسه کردن و جالبه که مت جانسن مربی حال حاضر ایان توی کامنت های این پست نوشته که میشه بذاری من ریلکس باشم و از قهرمانی ایان لذت ببرم حتی در حین رقابت هم این موارد خیلی به چشم می اومد و دقت کنید من توی یک ویدیوی قبل از مسابقه گفتم که سینه یکی از نقطه ضعف حسن مصطفی اون هم به خاطر اینکه بازوهای وحشتناک بزرگی رو داره و این تناسب رو کامل به هم میزنه اما ما روی استیج دیدیم که ایان هم توی این ازاله واقعا فاجعه بود و حتی حسن مصطفی که سینه جزء نقطه ضعف از ایان سینه بهتری رو داشت این فیگور قفسه سینه رو از راند نهایی تک به تک حسن مصطفا و ایان والیر ببینید دقت کنید قفسه سینه بهترین فیگور ایان والیر هست توی چند سال گذشته اما من هر جوری نگاه میکنم از بالا تا پایین حسن مصطفا بدن بزرگتر و حتی در بعضی از نقاط بدن کاتایی رو داره توی کات پا هر دو به هم نزدیک هستن اما سایز پشت پای هستن به مراتب از ایان بزرگتره و عضلات باسن ایان هم تا حدودی بهتر دیده میشه اما توی بالاتنه بازوهای حسن مصطفی به شکل باور نکردنی بزرگتر از ایان هست و مهمتر از همه عضلات سینه رو ببینید همینطور که گفتم سینه نقطه ضعف این دو نفره اما واقعا سینه های ایان سایز زیادی رو از دست داده و گردی خودش رو به طور کامل از دست داده توی فیگورهای پشتم ایان والیر مشکل مستر خودش رو تا حدودی داشت های زیادی بود که توی قسمت پایین پشت ایان مثل بیگرامی دچار آتروفی و فرو رفتگی رو ریزش شده که روی این استیج میشد این رو تا حدودی دید البته که در حد و اندازه های بیگرامی این فرو وجود نداره اما بازم قابل دیدن هست یک موردی هم که وجود داشت این بود که هیچ کدوم از این دو نفر کات باسن عمیقی رو روی استیج نیاورده بودند. اما توی پشت پا و پایین تنه از نمای پشت ایان تا حدودی کات بهتری رو نسبت به حسن مصطفی داشت اما توی بالاتنه واقعا رقابت نزدیک بود و اگر فرو پشت رو در نظر بگیرید حسن مصطفی میتونست اون رو توی فیگورهای پشت شکست بده واقعا توی چندین فیگور حسن مصطفی ایان رو تونست شکست بده حتی شما این فیگور جفاز رو ببینید عملا خطوط سینه ایان از بین رفته و تنها میاری که ایان برتری داره باریکه کمر و شکم هست که باعث شده شیپ اون رو زیباتر نشون بده اما اگر ازوله به ازوله بخوایم بسنجیم حسن مصطفی شادابتر و خطوط عمیقتر و بهتری رو داره ولی خب در کل باید بگم که اگر من کسی بودم که قرار بود روی این مسابقه شرط بندی کنه بازم پولم رو روی ایان میذاشتم چون که داورها به طور کلی از فیزیک بدنی اون خوششون میاد و در کل محبوب ترین و معروف ترین بدنساز اوپن کشور کانادا هم محسوب میشه اما همینطور که گفتم حسن مصطفی هم اصلا ضعیف ظاهر نشد و واقعا امیدوارم که دوباره روی یک استیج دیگه شرکت کنه و بیا جواز مس المپیک خودش رو به دست بیاره حقیقتا این حجم از عضله بدن حسن مصطفی واقعا عجیب و غریبه و یک جورایی من رو یاد بیگرامی میندازه حتی با اینکه ما میدونیم پاهای بیگرامی از تمام عضلات پاهای دنیا بزرگتره اما واقعا میتونم بگم که پاهای حسن هم دست کمی از بیگرامی نداره حسن مصطفی همیشه مشکل آبدار بودن و کات نبودن بدن روی سج رو داشت اما توی یک سال گذشته به کمک چت نیکورس یک شیپ بهتر و یک پوست خیلی نازکتر آماده کرده و هر مسابقه هم که شرکت کرده تونسته با یک پیشرفت بیشتر روی سج بیاد در کل در مورد رقابت حسن و ایان باید بگم که احتمالا میان تنه کار دست حسن مصطفی داده چون که کمر حسن مصطفی پهتر از ایان بود و باریکی کمر ایان هم باعث شد که وی و تی بهتری رو به اون بده و توی این میار تونست حسن مصطفی رو به وضوح شکست بده این بهترین ورژن ایان نبود و ما قبلا بدن سر و خیلی بهتری رو از اون دیده بودیم اما در کل تونست این مسابقه رو پیروز بشه و دوباره جواز مستر المپیا رو به دست بیاره خیلی خوب نفر سوم این استیج هم راست فلانیگان دارکورس استیج کالیفرنیای هفته گذشته بود که تونست سرجی اولیوا و تونیو بورتون رو شکست بده اما روی این استیج به وضوح میشد تفاوت سایز بین اون و دو نفر برتر رو دید البته که توی فیگورهای پشت همینطور که قابل انتظار بود راست فلانیگان بهترین شیپ رو داشت و هم توی بالاتنه و هم توی پایین تنه یک کات عجیب و غریب و زیبایی رو به نمایش گذاشت خیلی خوب بیاید سری بزنیم به نمایش حسین کلاته روی این استج حسین کلاته اولین و بزرگترین مشکلی که روی این استج داشت مشکل سایز عضلات بود و شاید میشه گفت حدود 20 تا 25 کیلوگرم از اکثر شرکت کنندگان این استج وزن کمتری رو داشت و مسلما سایز هم معیار خیلی مهمیه و اولین دلیل مقام 13 این مسابقه برای حسین کلاته همین مورد بود که حسین کلاته روی استجا آورده بود خوب بود و حتی میشه گفت تا حدودی بهتر از ورژن سال گذشته خودش بود اما استیج تا استیج متفاوته و این مسابقه پر از بدنساز سنگین وزن خوب و المپیایی بود و همین باعث شد حسین کلاته به ده نفر برتر نرسه دقت کنید بدنسازی یک ورزش کاملا انفرادیه و اون شخص بدنساز برای خودش تصمیم میگیره که چه مسیر رو بره و مطمئن باشید که از نفر اول تا آخر هر استیجی همه با ذهنیت قهرمانی روی استیج میرن این اینه دقیقا همینطور و خب هر کسی یک شخصیتی داره بعضیا بی سر و صدا با ذهنیت قهرمانی روی استیج میرن و بعضیا مثل حسین کلاته با توجه به شخصیتی که داره سعی میکنه هیجان و جذابیت بیشتری رو به این کار بده و روی استیج میره طرفدارای بدنسازی نباید به اون بدنساز خورده بگیرن و یه گلایه ای کنن چون همینطور که گفتم تصمیم اون ورزشکار بوده و ما فقط میتونیم نسبت به نتیجه به دست اومده خوشحال باشیم یا ناراحت بدنسازی مثل ورزش فوتبال نیست که شما بتونی با شانس یا بیشتر گل بیشتری رو بزنی شما باید تمام تلاشت رو توی باشگاه و رژیم انجام بدی و اون بدنی که روی استیج میاری از ورژن گذشته خودت بهتر باشه و با خودت مقایسه بشی وقتی که روی استیج میای و میبینی که حریفان از تو بهترن واقعا هیچ کاری رو نمیتونی انجام بدی پس بیایید نسبت به تصمیم حسین کلات خورده نگیریم چون که این یک ورزش کاملا شخصی و انفرادیه و تصمیم گیرنده اصلی ورزشکاره حتی ما لاین اپ 212 رو توی گزارش لایو دیدیم و کلا 6 ورزشکار روی استیج اومده باشه. و حسین کلاته خیلی راحت میتونست با شرکت کردن توی این دسته بین سه نفر برتر اون قرار بگیره و حتی ممکن بود قهرمانم بشه و جواز رو به دست بیاره مهم اینجاست که اون خودش رو توی این استیج بزرگ سنگین وزن محک زد و میتونم پیش بینی کنم که برای مسابقه ونکوور پرو که به زودی برگزار میشه اون به استیج برمیگرده و احتمالا با این تجربه که به دست آورده برای دسته 212 پوندی اون مسابقه اقدام میکنه به هر حال این بود از این ویدیو و امیدوارم که خوشتون اومده باشه مثل همیشه نظرتون رو توی قسمت کامنت ها برای من بنویسید اسپانسر ما هم برند مکملی ویژن است که شما میتونید با کد تخفیف امیر آنلاین فلیکس از سایت vision با 10 درصد تخفیف خرید کنید Now the is, are you 3D? I got